اکنون به اطلاع کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران توجه کنید. پرونده برای تجدید محاکمه و بازجویی و انتقال زندانی سیاسی مجید اسدی به بند 209 اوین در پی انتشار بیانیه بیانیه بیش از هزار زندانی سیاسی در مورد یک مأمور نفوذی زندانی سیاسی مجید اسدی یکی از زندانیان دربند در زندان گوهردشت به خاطر بیانیه زندانیان سیاسی در افشای معمور نفوزی ایرج مستاقی در روز اول مرداد از زندان گوهردشت به شکنجگاه اوین در بند 209 منتقل شده و تحت بازجویی و فشار قرار دارد. پرونده مجید اسدی طبق قوانین همین رژیم پس از چهار سال حبس و بعد از اینکه دو سوم محکومیت خود را کشیده بود بسته شده و باید از زندان آزاد میشد اما وزارت اطلاعات درخواست تجدید محاکمه کرده و در دادسرای اوین پرونده جدید باز کرده است گشتاپوی یا آخوندی به این وسیله می خواهد خشم و کین خود از بیانیه بیش از هزار تن از زندانیان این رژیم و سوختن معمور نفوذی را بر سر زندانیان دربند تخلیه کند و انتقام بگیرد. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه هشت تیر فشار و تهدید و آزار وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی و خانواده های آنها به خاطر امضای بیانیه زندانیان سیاسی در افشای مامور نفوذی ایرج مستاقی را گزارش کرد. به زندانیان دربند گفته شده بود اذیت و آزارهای جدیدی که علیه آنها جریان دارد به دستور از بالا به خاطر امضای بیانیه زندانیان است و باید پس بگیرند دامنه فشارهای اطلاعات از طریق عواملش در نایاک برخی زندانیان پیشین در ترکیه را هم در بر گرفته بود که اگر امضای خود را پس نگیرند و تکذیبی ننویسند در کار پناهندگی آنها مشکل ایجاد می شود همچنان که دو تن از زندانیان قیام که در قضایه جلادان به اعدام محکوم شدند از ترکیه به ایران برگردانده شده بودند تجدید محاکمه زندانیان سیاسی محکوم شده مانند مجید اسدی که دو سوم حبس خود را هم متحمل شده اند شایسته ی محکومیت بین المللی و اعتراض ملل متحد و اعزام یک هیئت بین المللی برای بازدید از بند 209 اوین و دیدار با زندانیان در این شکنجهگاه است. شورای ملی مقاومت کمیسیون امنیت و ضد تروریسم سوم مرداد 99